خواهران، برادران و هموطنان عزیز، همانطور که میدانید مالکی جنایتکار پس از گذشت 164 روز برای پاک کردن اثر انگشتان خود در جنایت هولناک ده شهریور و به در بردن جامیان از عدالت دست به اقدام شنیع دیگری زد و پس از 164 روز پیگیری نمایندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر و خانواده های 52 شهید اعدام جمعی در اشرف برای تحویل گرفتن پیکرهای عزیزانشان، پیکر این شهیدان را مخفیانه دفن کرد و بی‌شرمانه از زمان و محل دفن آنها ابراز بی‌اطلاعی کرد. ما امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا به این نقض فاحش توافقنامه بین‌المللی برای پوشاندن جنایات مالکی و مزدورانش که به درخواست دیکتاتوری خوناشام خامنه ای در ایران صورت گرفته بود اعتراض کنیم. می‌جنگید، می‌میرید، ذلت نمی‌پذیرید. از طرف انجمن خانواده های اشرفی، از همه شما که در همبستگی با خانواده های اشرفیان قهرمان امروز به گرد همایی من پیوسته اید بسیار متشکریم. علی‌رغم 164 روز پیگیری از سوی خانواده های 52 شهید اعدامی جمعی در اشرف برای تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان از طریق 72 نامه و 62 تماس و ملاقات، دولت عراق در یک اقدام ضد انسانی جنایتکارانه دیگر پیکر این شهیدان را مخفیانه دفن کرد. به راستی مالکی و آخوندها از چه میترسند؟ چرا حاضر نشدند طبق آنچه را سازمان ملل مشخص کرده بود و پیکرها را برای کالبد شکافی تحویل بدهند؟ ما همچنین خطاب به امریکا و سازمان ملل میگوییم شما شاهد همه این جنایت ها و شاهد پاک کردن آثار جرم هستید و بیشرمانه سکوت میکنید، ولی فکر نمی کنید که خانواده های این شهدای بالا مقام از این جنایت ها و سکوت بیعملیتان در خواهند گذشت. نه خیر، ما سکوت نخواهیم کرد و ناامید نخواهیم شد. همان گونه که رهبر مقاومت گفت، ما 1,200,000 اشرف خواهیم ساخت و برای کارزار خود، چه در رابطه با گرگان‌هایمان و چه در رابطه با 52 شهید عزیزمان ادامه خواهیم داد و آمریکا و سازمان ملل را وادار خواهیم کرد به زبان و به سخن می‌گوشاییم و پرونده این جنایت را به دادگاه بین‌المللی جنایی خواهیم کشاند. با درود به شهدای ده شهریور، 1 سپتامبر، انجمن کمیته خانواده های اشرفی. 1,200,000 اشرف می‌سازیم. هموطنان و یاران مقاومت، دفن مخفیانه اجساد شهیدان در زمان و مکان نامشخص بدون اعضای خانواده آنها و بدون اطلاع نماینده سازمان ملل را اجساد شهیدان را که در روز ده شهریور رسماً تحویل گرفته بود یک اقدام جنایتکارانه و سکوت و بی‌عملی در قبال آن را یک اقدام شرم‌آور می‌دانیم. با این اقدام مالکی خود به دست خود اثبات رساند که مسئولیت جنایت و کشتار شهریور را تماماً بر دوش خود دارد. با افتار یک تحقیق مستقل بین‌المللی از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی در مورد قتل عام ده شهریور و گروگانگیری در اشرف و همچنین خواستار ارجاع این موضوع از سوی شورای امنیت ملل متحد به این دادگاه هستیم و بر این خواسته خود تا به زمان رسیدن به آن پای خواهیم فشاند. جامعه ایرانیان لندن بزرگ، US take action. Silence is not an option. Ladies and gentlemen, we hold US responsible for the unlawful barriers of the 52 martyrs of Ashraf. USA has full responsibility for what happened and silence is no option. Shame on this conspiracy. دستی که امروز توی دست ملاست، اونم
شریک جرم این آخونداست. تخفیف مخفیانه در گوش بر کنایت، خلق جهان بداند مسعود رهبر ما، ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ما. میدر میدر ملا رژیم میمیرد، دستی که امروز توی دست ملاست اونم شریک جرم این آخونداست. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای. دستی که امروز توی دست ملا اونم شریک جرم این آخونداست. مالکی مالکی شیمانی و شیمانی، لیوه غیر دو تاش رشتم توتشویی توتشو، خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست، ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست. با مریم رهایی یک دو سه صد هزار اشرف میساز. کاپ لیبرتی پروتکشن بیسان جنوا کنونشن، فری سیون هاستیجز ناو ناو ناو. اشرف و سر تا سر ایران کن، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.